یادت میاد زمانی که سر کلاس زبدر میزدن جلو اسممون دست به سینه وای میسادیم که زبدره رو پاک کنن؟ بله بله. خیلی مظلومانه اونجوری وایسادی. آقا سلام آقای شجایی. آقا اولا نمیخوایم بخوره اون زبدره، دوما درود بر شما، درود بر همه خوبای ایرانی، هر جا هستید پیروز باشید. میدونم که نزدیک به ما رمضونه، دوست دارید یه شیرینیایی، یه چیزایی که شیرین هم باشه، وقت افطار کنار عزیزانتون میل کنید. امروز ما میخوایم یه رول توست فرانسوی آماده کنیم که بسیار خوشمزه است. توت فرنگی اونا؟ توت فرنگی هم داره. دو تا طعم می‌خوایم بزنیم، یکی طعم شکلات می‌خوایم بزنیم، شکلات فندقی یا شکلات. بح بح. یه طعم هم می‌خوایم با پنیر و ارزم بزرگ شما توت فرنگی موز بزنیم که یکی از دوستای اینجا میل کرد و گفت خیلی خوشمزه است. بعدن با چای بینزنیم بعد از ضبط برنامه حتماً. تموم شد حتما چرا که نه. من مواد اولیه موافق هستی خیلی سری بگم؟ در خدمت شما این جناب. خیلی عالی خیلی عالی. نون توست فرانسوی داریم، یه نون توست معمولی. شما میتونید از نونای دیگه هم مثل نون بایت هم استفاده کنید، فقط به طرزی که میخوایم به این صورتی که سطح مختش به سمت بالا باشه باید برش بخوره. اونو به اندازه 8 تا 10 تیکه در نظر گرفتیم. زرده تخم مرغ 2 عدد، سس شکلات یا خود شکلات به میزان 1 تا 2 قاشق غذاخوری. اگه دوست دارین بیشتر از شکلات استفاده کنین تا 4 5 قاشق هم میتونید استفاده بکنید. در کنار از زعفران ایرانی استفاده می‌کنیم، یک تا دو قاشق غذاخوری. کمی شیر برای اینکه بوی زهم تخم مرغ رو ببریم. در کنارش از خاک قند استفاده می‌کنیم، میتونین از شکر بلوری هم استفاده بکنیم به میزان 2 تا 3 قاشق غذاخوری. میوه‌هایی که فست هست، الان ما توت فرنگی و موز استفاده کردیم، شما میتونید از میوه‌های دیگه هم استفاده کنین، از شاتوت و خیلی از میوه‌های دیگه هم میشه استفاده کرد. و همچنین پنیر خامه‌ای که یک تا دو قاشق غذاخوری میتونین مقدارش رو بیشتر کنین. نمک فلفل ادویه هم که اگه دوست دارید استفاده کنین. البته ادویه رو که میگیم معمولا توی اون سوسی که با زعفران و تخم مرغ درست میکنیم بهش اضافه میکنیم. به همین راحتی یه شیرینی خوشمزه خونگی میتونیم آماده کنیم. حالا بریم. در خدمت شما هستیم آقای شجاعی. به به. تو قسمت اول رسیپی شناسنامه غذا رو گفتیم، گفتیم رول توست فرانسوی رو چجوری درست میکنیم. توی این قسمت الان میخوایم بگیم درست میخوایم شروع کنیم کار رو و یه رول توست فرانسوی بسیار خوشمزه برای شما آماده کنیم. آماده اید؟ فقط قبلش بگم که یک مهمان ویژه داریم، یه مهمان ویژه، جناب آقای هومن رمضانی. خواهش میکنم. خوبی شما قربان؟ خوش آمدید، در خدمت باشین. خواهش میکنم. برای خودشون هم دست بزنید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید، در خدمتتون هستیم. خوب هست شما. به به، ما همیشه میبینیم دست وقت شما رو هم خوردیم یه بار. خیلی هم خوشمزه. لطف دارید. امیدوارم هر جا هستید پیروز بشید. آقا از هنرنماییتون زیاد تعریف کردن. بله لطف دارید. ببینیم شما چیکار می‌کنید. این شما و این بیننده های محترم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. من در ضمن تو آشپزی هم میتونم کمک کنم. آقا لباس امروز حالا فعلا شما امروز بخور. باشه سری بعد ان شاء الله کمکم بیاد. آقا لباس بیار. آقا نه نه من راست میگم دیگه، غذا آماده شد من میخورم بعد کمکتون میکنم. خودش کمکه. بله واقعا. بفرمایید. خواهش میکنم. میخوام امروز در مورد علم بهتر است یا ثروت صحبت بکنم خدمتتون. موضوعی که ما از کودکی تا به امروز باهاش دست به گریبان بودیم. همیشه موضوع انشا در مدرسه این بود که علم بهتر است یا ثروت. اگر مینوشتید علم، اصولا میشدید خیلی بچه خوب مدرسه و خیلی معلم دوستتون داشت و تو فامیل هم کلی ازتون تعریف میکردن. میگفتن دکتر کوچولو اومد، گوگلی دکتر اومد، دکتر عزیز اومد، مهندس اومد، دکتر اومد. من همیشه ثروت رو انتخاب میکردم، میشدم بچه بد فامیل. پسر خاله من همیشه علم رو انتخاب میکرد، میشد بچه خوب فامیل. یعنی هر کی میخواست مثال بد و خوب بزنه منو مجید رو میزد، یعنی منو پسر خالم. مثلا میگفت اگر درس نخونی مثل هومن میشی، اگر درس بخونی مثل مجید میشی، اگر ورزش نکنی مثل هومن میشی. یاد بگیر، ببین علم رو انتخاب. یعنی دبستان بودیم مثلا هیچی معلوم نبود که چی میشه چی کی میشه. به خاطر همین من یه روز پسر خالم کشتم کنار، گفتم من ازت یه خواهشی دارم، بخاطر اینکه من دیگه تو فامیل نمیتونم دووم بیارم و طاقت بیارم و اصولا خیلی دارم اصولا علاوه روحی دچار ضعف میشم، بیا خواهشان تو هم بگو یه بار ثروت ببین چی میشه. اما اصولا من میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم که ما آنچه نخواهیم شد که گفت یعنی چی علاوه ما آن چیزی که قاعدتا میگیم نمیشیم، قاعدتا اون چیزی که باید بشیم باید پیش بیاد بشیم. یعنی از دوران کودکی و طفولیت نباید به بچه بگید دکتر باید بشی ها، باید مهندس بشی ها، یا مثلا باید خلبان بشی. اصولا همه هم آرزو دارن خلبان بشن که دکتر بذاریم خودش انتخاب کنه. بله بله بذاریم خودش انتخاب بکنه. بسیار بله. عالی بسیار عالی. زنده باشی هومن جان. آقا بس لباس آشپزی که نیاوردین، ما بریم بقیه کار آشپزیمون انجام بدیم. بریم انجام بدیم. آقا هومن هم شما اینجا کمک کن. شما اینجا یه کاری بکن. اولین کار باید ما این خاک قند رو با دارچین قاطی کنیم. دارچین که اینجاست، این دارچینه، اینم خاک قند.
ببینم چیکار میکنی. اینو قاطیش کنی. آره اینجا تو این زرد خیلی راحته. خب اونو همین کار راحت انجام بده. خب تا ایشون اینو مخلوط بکنن. من خیلی قاطی میکنم در روزا. نه نه منظورم این که مواد غذایی رو خیلی هم خوبه. شما حالا این کار انجام بدیم با ملاتفت انجام. آها با ملاتفت. زرده تخم مرغ رو میریزیم، بعد یه مقدار شیر بهش اضافه میکنیم. بله. یعنی به همین راحتی. بعد زعفران رو بهش اضافه میکنیم. اینم زعفران، یک مقداری اون رو هم میزنیم. اگه دوست داری میتونی این سس هم میذاری شیرین کنی. از این خاکی قند یک کوچولو من بردارم. آقا بیشتر درست کن. آها بیشتر درست کن. همین گفتی اون بچه‌ها کوچولو. یعنی خیلی قاطی کنن. یا دبستان و اینا. نه عزیزم، برای اینا همه آدم 30 نفر آدم اینجاست. بله بله بله. خیلی هم عالی. این رو اضافه میکنیم. بله. این سس آماده شد. پس با مواد شیر و زعفران و تخم مرغ کار نداریم. شما اون رو قشنگ 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 گفتی خوب قاطی میکنی. یعنی همه رو بریزه. آفرین. همه رو بریزه. اینجا این فیلمبردار محترم هم داره بالبال میزنه که اینو آماده کنیم. حالا ما نون توستمون رو میخوایم یه وردنه‌ای بهش بزنیم. هی بهش میگم آش نیست که. میگه که آقا جان دو تایی تو آشپزخونه باشیم غذا یا شور میشه یا بی‌نمک. میگه من نمیخوام مزاحم شم، جلو دستپاشونو گرفتم. خلاصه اومد بیرون که شما با فراغ خاطر کارتو انجام بدی. بسیار همعالی. ما اینو وردنه زدیم و حالا آماده است که موادی که می‌خوایم رو داخلش بزنیم. یعنی اول باید مجبوریم بغلاشو بگیریم، بعد بتونیم اینو وردنه بزنیم. کاری که الان انجام میدیم، موادی که می‌خوایم داخلش بزنیم، حالا مثلا قسمت اول می‌خوایم پنیر خامه‌ای بزنیم و همچنین میوه. خب چیکار می‌کنیم؟ موضوع باید به راحتی پوست بکنیم. می‌گوین موضوع اینجوری پوست ها بلند بودین؟ حالا اینو پوست می‌گینیم. آها به این صورت. تمام. قابل توجه بینندگان، موز فشار بالا نمیبره، فشار میندازه ولی گرمی به حساب میاد. در یه چیزی هم من بگم، بسیار جز میوه های رژیمیه و قندش قند بسیار طبیعی داره و به خاطر داشتن پتاسیم بالا وزن کم میکنه. بله وزن رو کم میکنه و در ضمن آرام بخش معده است و باعث نشاط و شادی هم میشه. این بسیار عالی. پس موز خیلی خوبه. حالا غذایی که یا شیرینی که با موز باشه چه بهتر. خب اومدیم اون رو خورد کردیم. حالا اینم وردنه میکشی؟ بله برنه وردنه دیگه نمیکشیم. الان با یه لیسه مقداری از این پنیر ور میداریم و میکشیم روی در اصل این موز. نه دیگه آقا این چیه؟ من نمیبینم از اینجا. آقا نگاه کن نونه مونه که وردنه زدیم. نونه بله. حالا میایم توش میوهمونو میذاریم و اونو فیلمبردار ما رو میگیره. بازم نگاه کنیم شما میبینید توش دارین چی میپزین. دیوار دورش هم استیله و این سوپاپ اطمینان داره. دستگیرش هم یا اون دستگیری که اطرافش هستش هم در مقابل حرارت مقاومه. خیلی خوب. بدون هم شکلاتیش آماده کنم. از این شکلاتی میریزیم داخلش و اون رو شکلات عالیه. خب شکلات عالیه. فقط مواظب قندتون باشین. شکلات قندش بالاست ولی انرژیزاست. کسایی که ورزش میکنن شکلات براشون مناسبه. اونایی مثل من ورزش میکنم براشون مناسبه. مثل شمایی که ورزش نمیکنی نامناسبه. خیلی مناسب نیست. به زرده تخم مرغ، بعد از زرده تخم مرغ میریم برای خاک قند و ارزم به حضور شما دارچین و بعد میفرستیم داخل ظرفمون. بریم تو قسمت بعدی برگردیم مهمانمون دوباره دویجه همون اضافه بشه و قشنگ در خدمتتون بریم و برگردیم در خدمت مهمان شکمون خواهیم بود. چقدر خوشمزه شدی با بردار. من نخوردم هنوز. کمکم نکردی؟ کمکم نکردی چه رفتی پس؟ کجا؟ آخه میگن که اگر دو نفر باشن آشپزای آش یا شور میشه یا بی نمک میشه. این شیرینه. خب میگن یا شیرین میشه یا تلخ میشه. ایبی نداره. ایب نداره. خواهش بکنم الان اینو من بخورم. آره نه با دیسش نه کاملا. نه دیسش که اصلا نمیتونم. خب بسیار عالی. آقای رمضانی هم جمع اضافه شدن و این شیرینی رو شیرینی خوشمزه آماده شد. دلتون نخواد آقای رمضانی هم میخوان یه دونه شو تست کنن، یه نمره قبولی هم ما بده با بله. تک ماده که ببینیم غذا به چه صورتی انجام شده. بله. خب امروز غذای خوشمزه‌مون همینجوری که دیدین با یه سری ظروف درست کردیم. این ظروف پنج پارچه تر گرانیتی ما دیدین که رنگ بسیار زیبایی داره و ما آشپزا چون می‌تونیم چیزای مختلفی توش درست کنیم، مثل خورش، چلو، پلو، تعچین و سوپ و خیلی چیزای دیگه، حتی غذاهای مربوط به سبزیجات، غذاهای مربوط به چاینیز یا جنوب شرق آسیا و خیلی غذاهای دیگه رو میشه باهاش
آماده. آقا من خدمتتون بگم اون زاویه که آقای هومن رمضانی اون ظرفا گرفته، بیا بذاریم بهتر، بیا بهتر. چه کادر قشنگی تشکیل میده با ظرفا. این ظرفا عرضم به حضورتون سه تا ظرفه که دو تاش که غذای جلیش. بله ندارین. من خدافظی بکنم. خدافظ. همینجوری خدافظ. همینجوری خدافظ. بله بله. آقا مواظب خودتون باشین، خانم مواظب خودتون باشین، همه خوبای ایرانی مواظب خودتون باشین. تا شب شب نشد ازتون گله نکنید. خدا نگهدار. منم یه دونه از این بخورم دلتون نخواد.